اولین بار است که از آخرین اجرای صحنه لیشین فیلم میگیرم، اما از دوستیمان بیش از 2 سال میگذرد و در این مدت به حساسیت های او در گزینش اشعاری که میخواند نیک آگاه هستم. 3 سال گذشته را صرف تکمیل و انتشار آلبوم جدیدی کرده که همه اشعار پارسی، انگلیسی و چینی آن مضامین عرفانی و معنوی دارند. از پس شب اجرایش روز نو فرا می رسد و شعر نوروز من متولد می شود. لذا تصمیم می گیرم که در هتل محل اقامتش این نوزاد را با او در میان بگذارم. استقبال او از این شعر بسیار فراتر از انتظارم است. اشتیاق او برای خواندن این قطعه آنچنان است که در پی یافتن نوازندگانی در پکن برمی آید و همان روز به واسطه دوستانی که دارد راهی مرکز فرهنگی سفارت هند می شویم و در کمال ناباوری اجرایی بداهه پردازی از این شعر رقم می خورد. از آنجا که تلاشمان برای یافتن نوازنده ایرانی در پکن بی نتیجه می ماند و او بایستی به محل اقامتش در شهر شانگهای بازگردد، من نیز راهی آن دیار می شوم تا از نزدیک شاهد تمرینات او برای اجرای سرودم گردم. سفرم به شانگهای و خانه لیشین این امکان را فراهم می سازد که از نزدیک شاهد خطاطی همسر ایرانیش فرزام شوم. او که اوقات فراغتش را به هنر خطاطی چینی اختصاص داده، بارها و بارها توسط تلویزیون ملی چین و دیگر رسانه‌ها ستایش شده است. Farzam Kamalabadi, a Persian American, is a well-known figure in the oil and energy sector in China. Kamalabadi shows his special interest in Chinese history and culture. He reads and writes Chinese, speaks Mandarin and other dialects such as Cantonese and Shanghainese, but he is best known as a master of Chinese brush calligraphy. مرکب چین با گلاب ایران، گلاب قمصر کاشان. Oh.
کل کائنات یک شروعی دارد که اسمش هست مادر کائنات. خودشون یادشون رفته و با این خطاطی ما بهشون دوباره یاد بدن. مثل آینه ای به چشمشون بیاریم که منشأ فرهنگ قدیم چین منشأ الهی است. شانگهای محل تولد لیشین نیست. او زاده استان هونان است که آوازخوانان شهری را در دامن خود پرورده است. علاقه لیشین به زبان پارسی کمی بعد از پذیرشش در دانشگاه استنفورد آمریکا شکل می‌گیرد. اشعاری معنوی و عرفانی مشهورش می‌کند و به او گفته می‌شود که آن اشعار به زبان اصلی خود یعنی زبان پارسی بس زیباتر و نغزتر از ترجمه انگلیسی آن است. اینگونه می‌شود که لیشین اراده می‌کند که زبان پارسی را بیاموزد و این همه قبل از آشناییش با فرزام و ازدواج با او شکل می‌گیرد. لیشین از فرط علاقش به ایران و زبان پارسی دو بار به ایران سفر کرده است. او در سالهایی که در امریکا زندگی می‌کرده همچنین از طرف هوشمند عقیلی دعوت شده است که در کنار هم برای اجرای یک سری برنامه هنری مشترک در سراسر امریکا هم سفر شود. ولی لیشین رفاه زندگی امریکایی و این پیشنهاد را کنار گذارده و تصمیم می‌گیرد که با بازگشت خود به چین در خدمت هموطنانش بوده و در جهت ارتقای زندگی معنوی و روحی آنان بکوشد.